مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود به بینندگان عزیز تلویزیون پارس. امروز 7 می 2024، من آنجلو طالبی در خدمتتون هستم، برنامه زنده در استودیو تلویزیون پارس، و آقای شجری اینجا هستن که مرد نازنین که برنامه های خیلی خوب تلویزیون پارس رو مدیریت کردن برای سالها، نمیدونم 30 سال شاید باشه، شاید بیشتر، و خود بنده هم برنامه در این پارس تقریبا به 23 سال شده و خوشحالم در خدمتتون هستم. چند ماهی بودش که من از طریق زوم انجام میدادم، ولی امروز در خدمت شما هستم. این برنامه زنده است، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره، و چون خیلی وقت برنامه کامل نداشتم، سعی میکنم تا اونجایی که میتونم کاملا اوضاع اقتصادی دنیا رو براتون توضیح بدم و چه خبر هست، و این بسیار مهمه، چون مردم متوجهشن وقتی اخبار نگاه میکنن، اخبار توجهشون رو فقط به یک سمتی از دنیا میبره که بحران هست، با توجه به اینکه کره زمین بسیار بزرگی و خیلی کشور 186 کشور هستن تو سازمان ملل و کشور مطرح هستن، خواستم یه مقدار اول راجع به اقتصاد دنیا صحبت کنیم. اولا که میگیم اقتصاد دنیا، باید بگیم آمریکا و بقیه دنیا، چون به هر جد آمریکا در مجاورت فقط دو کشور مکزیک و کانادا هستش، ولی مثلا اروپا کشورهایی هستن که هیچ وقت با اون صورت متحد نشدند. یعنی یورپین یونیون باید یونایتد باشن، ولی میبینین که تصمیم گیری ها فقط در دو تا سه تا کشوره، و کشور اروپایی هم مسائل خودشون رو دارن، و در خاورمیانه هم که شما میدینید الان بحران هایی که در خاورمیانه هست یکی دوتا نیست، و چین رو داریم، مسئله تایوان، روسیه رو داریم و اوکراین. امسال 18 تا انتخابات کشوری هست در دنیا که 18 تا رئیس جمهور یا پارلمان هست که عوض میشه. من امسال گفتم سال بحران، سال پیش گفتیم سال فرصت ها، امسال سال بحران ها هست که میبینین، خودتون شاهد هستین که حتی تأثیرش رو در دانشگاه آمریکا میبینین. و در این زمانی که ما هستیم، بعضی وقتا از نظر یک شخص اینی که چی کار بکنم با پولی که دارم، بهش میگن inventory problem. inventory problem یعنی پولمو کجا بذارم، بایگانی کنم. ما دیدیم طلا حرکت خوبی داشت، به 2300 رسید که بالاترین قیمت تاریخشه. نفت دیدیم که با همه این بحرانی که وجود داره مخصوصا در خاورمیانه و پرشین گلف، خلیج فارس، ولی نفت به اون صورت بالا نرفت، زیر 80 دلار شد، الان 78 79 دلاره، و اونم خیلی جالب توجهه، چون زمانی که جنگ اول خلیج فارس، میگن پرشین گلف وار 1 که زمان صدام حسین بود، 4 برابر شد نفت، ولی الان به خاطر تو 30 سال اخیر آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت شده و خیلی هم خودکفا هست، و مخازن نفت یعنی سپلای
عرضه خیلی زیاده، البته تقاضا هم زیاد شده چون جمعیت اضافه شده. یادتون باشه اگر شما بسن 4 نسل پیش 1940 جمعیت کره زمین چقدر بود، اگه الان خانم مدا بود که جایزه میذاشتیم 2 میلیارد بود 1940، الان در 20 سال اخیر 2 میلیارد اضافه شده جمعیت کره زمین. بنابراین تقاضای برای انرژی بیشتر شده، ولی با همون ارزش هم بیشتر شده به خاطر اینکه اکتشافات جدید هست، بعد انرژی های مختلف دیگه هم اومده، مثل الکتریک ویکل دارین که برقی کار میکنه، یا سولار سیستم هست. خیلی اتفاقات افتاد که انرژی از یک نحوی اونو درستش میکنه. یعنی نفت بعد الان 110 دلار بود، یعنی قیمت نفت اگر این اکتشافاتی نبود که در آمریکا شد، همینطوری نفت پیدا کردن، نفت حفاری کردن پیدا کردن، برای همین شما به قیمت نفت با اون صورتی که باید بره بالا نمیبینیم، مثل اون زمان یه 4 برابر شد یا تأثیر به اون صورت. این خلیج جریان خلیج پارس و جریان خاورمیانه و نفت تأثیر نذاشت به اون صورت. طلا هم که رفت بالا به خاطر اینه که هر زمان تورم و بحران هست طلا خیلی دوست داره. طلا 2 نکته‌ای که خیلی دوست داره بحران و تورمه، و تورم همینطور که ببینیم بانک مرکزی آمریکا فهمید که تورم رو نمیتونه با اون صورت مهار کنه. و میشه میگن چند سال ما میشتیم راجع به تورم، از زمانی که اوکراین جنگ شد و مسئله گندم و اینا اتفاق افتاد که کم بودش بود و قیمت نون رفت بالا، قیمت خیلی اجناس رفت بالا، الان هنوزم مهار نشده. چون هر وقت آمارش میاد خبر این که بانک مرکزی بهره رو پایین نیاره، خود اون بازار میترسونه و بازار پایین میاد. مثل ماه پیش که همون توی اپریل یه ماه خیلی منفی بود در بازار، حالا این هفته مثلا ما میبینیم که وقتی که می شروع شد دوباره بازار شروع کرد بالا رفتن تو این هفته، و بهترین هفته شو از دسامبر تا حالا داشت، از دسامبر 2023 تا حالا. این نشون دهنده بازگشت نوسان و ریسک تو بازاره. یعنی شما وقتی که میبینین اینطوری اینطوری میشه هفتگی، این خودش یه علامت سیگناله، یه علامت اینه که بازار تاپینگ اوت، یعنی چون این بازار خیلی رفته بالا. شما این نگاه کنید خیلی سهام هستن که بسیار بالا رفتن، و به نظر من اینم خیلیش بی خود بالا رفتن، یعنی اون زیربناش، اون درآمدشون به اون صورت حرکت نکرده. فقط بازار الان اینطوری شده که خبرها باعث میشه که مردم علاقه پیدا کنن، چون میشنون اینو بدون اینکه بشینن تجزیه تحلیل کنن درآمدها رو. ولی مثلا درآمد یه سنت میره بالا، اون سهم میتونه خیلی بالاتر بره اگه درآمدشون از درآمد 3 ماه قبلیشون بیشتر بوده. هر 3 ماه درآمدها میان بیرون، میگن confession time یا زمان اعترافات، که این درآمدها با اون قیمت میخوره یا نمیخوره. چون شما یه چیزی دارین در بازار میگن PE ratio یا نسبت قیمت بر درآمد، اگه یه چیزی 200 برابر درآمدشه خب این خیلی ریسکیه، ولی بعضی از این کمپانی اصلا درآمد هنوز ندارن ولی رفتن بالا، مثلا کمپانیایی که تازه میان، و خیلی از کمپانی هم هستن که دیگه نیست اسمشون، یعنی یه زمان قیمتاشون خیلی بالا بود بعد به سرعت اومد پایین، مثل کمپانی های چینی که تو کار الکتریک ویکل بودن 60-70% اومدن پایین. دلیلی که اینا رو خدمتتون عرض میکنم اینه که اولا اینو من بگم دفتر ما چه کار میکنه. من خودم سرتیفاید فینانشال پلنر هستم، دفتر ما هم رجیستر اینوستمنت ادوایزری،
پس اینوستمنت ادوایزری یعنی توصیه های مالی، مالیاتی، مخصوصا مالیاتی برای شما هست. دفتر ما کارهای مختلفی که میکنه ادوانس تکس پلانینگ، اگه شما مالیات بسیار زیاد بدین یا اینکه مالیات هر سال به خاطر اتفاقی افتاده چه فروختین، یعنی یک سال هست که این اتفاق میفته، یا اگه هر ساله درآمدتون زیاد هست میخواین یه کار کنی هر ساله یه کاهش مالیاتی داشته باشین. مثلا چند تا مثال براتون بزنم، در دیفاین بنفیت پلان اگه شما بزنس خودتونو دارین و حالا کارمندم زیاد ندارین و درآمدتون زیاده، شما تا 267,000 دلار امسال میتونین بزنین توی حساب که روش مالیات ندین، یعنی 100% اون پول و تنها چیزی که تا 100% میتونین بزنین اونه، بهش میگن دیفاین بنفیت پلان. بعد اگه شما میخواین برای خودتون انقدر نذارین، امسال 69,000 دلار میتونین بزنین تو سپ آیرا. سپ آیرا وقتی برای خودتون کار میکنید و ایمپلوی هم به اون صورت زیاد ندارین، مثلا شما خودتون هستین با دو سه تا نفر براتون کار میکنن، البته اگه زیاد کارمند داشته باشین اون وقت باید یه 401k برسنین برای همه، ولی برای خودتون دیفاین بنفیت شما میتونید 90% اون پول برای خودتون بذارین، به خانمتون اگه با هم کار میکنین 10% بذارین برای ایمپلویتون، به اون میگن پنشن دیزاین. بنابراین آفیس ما میتونه برای شما بگه که چگونه برنامه ریزی کنین که بتونین مالیات کمتری بدین. من هر وقت تکس ریتورن آدم ها رو میبینم، میبینم چقدر کارا میتونستن انجام بدن که مالیات کمتری بدن. بنابراین یه قسمت از کار ما در جریان مالیات که بسیار مهمه، چون وقتی شما ازتون دلار کم میکنن اگه شما یه دلار پس انداز کنید مثل یه دلار به دست آوردید، میگن پنی سیوید پنی ارند، یعنی یه پنی رو سیو بکنید تو تکس مثل یه درآمدتون یه پنی رفت بالا، حتی لغت پنی هم استفاده میکنم. یه قسمت دیگه از کار ما دفتر ما اینه که با شما صحبت کنیم ببینیم که شما بر اساس زندگیتون، نوع کارتون، سلامتیتون، نوع خانوادگی، فرزند، نوه، مجرد، بر اساس اون و بر اساس چیزی که شما میخواین براتون پورتفولیو درست میکنیم. پورتفولیو یعنی شما میگی که مثلا من 65 سالمه، 5 سالگی میخوام بازنشسته بشم، 40 سالمه، 20 سالگی میخوام بازنشسته شم، 2 فرزند دارم، حتی بر اساس اونه که شما میگین ما برنامه ریزی میکنیم. حالا برنامه ریزی یه قسمتش میتونه باشه که شما میگی من میخوام این قسمت از پولم ریسک داشته باشه. وقتی لغت ریسک میاد مثلا سهام چی دارن؟ ریسک. ریسک یعنی اصل پول میتونه در خطر بیفته. اینو ما پیشنهاد به کسی نمی کنیم، ولی برای کسی که بخواد یک پورتفولیو داره ما براش منیج بکنیم همچین مدیریتی هست. شما هر جایی که هستین ما میتونیم پورتفولیوتون رو منیج بکنیم براتون و شما یه درصدی از اون رو میپردازین. من هر سه ماه هست، هر سه ماه یه قسمتی از اون در حالمون 1-2% بستگی به اندازه اون پورتفولیو داره. پس اینم این حالا اونو ما چجوری انجام میدیم؟ مثلا میگیم بر اساس رو اقتصاد امروز چه قسمت های بازار هستن که خیلی خوبن، چون خیلی از قسمت ها که پارسال بودن امسال نیستن. مثلا شما AI یا Artificial Intelligence رو ببینید، خب خیلی کمپانی هایی که تو اونا بودن مثل انویدیا، مثل AMD Advanced Micro Devices، اینا خیلی حرکت بالا کردن. خیلی کمپانی ها برای AI رقابت های زیاد و چون آینده بشر نسل اولش هم از داره شروع میشه و تأثیر بسیار زیادی در حتی امور سرمایه گذاری خواهد داشت.
پس همین یه قسمت برنامه. یه قسمت دیگه از کار ما استیت پلانینگ. استیت پلانینگ اینه که شما میخواین در زندگی شما چه اتفاقاتی بیفته بعد از فوتتون، به این میان استیت پلانینگ. اگه کسی بیان دو نثینگ متد، اگه کاری نکنین اتفاقی نمیفته، فقط اون دارایی میتونه انحصار وراثت بده و اگه از یه حدی هم بیشتر باشه مالیات بر ارث بهش تعلق میگیره و اگه اتفاقی بیفته خانواده پولی دستشون نیاد خب زندگیشون سخت‌تره. یکی از مشتری ما روح شاد دو ماه پیش فوت کردن، $2,000,000 دث بنفیت داشتن. اگه ایشون این دث بنفیت یا بیمه عمر رو نداشت خیلی خانوادش سختی میکشیدن، چون خانمش یه مورگیج هست، گفت اونو میخواد بپردازه و یه جمع بذاره برای خودش درآمد بیاره. و استیت پلانینگ برای کسیه که میخواد بعد از خودش خانوادش تأمین بشن و اونم دث بنفیت یه قسمت بزرگشه. حالا شما میتونین لیوینگ تراست روش بذارین، داشته باشین که پروبیت نره، اگه قرار پروبیت بره به وسیله لیوینگ تراست میتونین اونو بایپاس کنید نرین توی کورت. یا اینکه مالیات بر ارث اگه باشه شما برنامه‌ریزی میکنین که مالیات بر ارث رو بپردازن و غیره. پس بنابراین ما این قسمت استیت پلانینگ خیلی مهمه، چون متاسفانه من صحبت میکنم شاید 10% هموطنان عزیز بنده این کار رو کردن. یک شنبه، همین شنبه که بود 5 می، سینکو دو مایه بهش میگم 5 می، 44مین سال کار من بود که من 5 می تو کنزاس سیتی 1980 شروع کردم. البته از 79 من کار میکردم ولی ایدی دیگه فرمالی به ما کانتر لایسنس رو دادن. تو این 44 سال جدی میگم شاید 15,000 to 20,000 نفر خانواده من صحبت کردم. میدونم بعضی وقتا من اپایمنت 5-6 تا اپایمنت در روز من دارم با مختلف صحبت میکنم. به نظر من اشخاصی که سالم هستن از نظر بدنی فیزیکلی جوانترین تو 50-55-60 سالتونه 40 سالتونه تا 60 سال اون زمان ها این کار رو بکنید. صبر نکنید که بعدن این کار رو بکنید، چون ممکنه که دیگه نتونین بگیرین. یعنی دث بنفیت یا لایف اینشورنس تو آمریکا تنها چیزیه که یه زمان میشه که دیگه نمیتونین بگیرین. شما همیشه سیدیو میتونین بخرین، ولی برای استیت پلانینگ شما یه زمان هست که سالم و خوب هستین این کار رو بکنید و این خیلی مهمه. یه قسمت دیگه از برنامه ریزی ما ریتایرمنت پلانینگه. ریتایرمنت پلانینگ یه موضوعی اینی که هست، مردم وقتی که مثلا آیفون میگیرن میگن آیفون مثلا 14 یا 15 از 12 بهتره. شما این تکامل آیفون رو میبینین دیگه، ولی تکاملی که در صنعت مالی آمریکا یا فاینانشال انجینیرینگ، فاینانشال تکنولوژی، تکنولوژی فناوری و مهندسی آمریکا در امور مالی واقعا پیشرفت کرده و حتی AI اومده توش، بهش میگن AI powered funds or AI powered indexes. AI in artificial intelligence، یعنی قدرتش از AI میاد. دلیلش چیه؟ الان من اینو بهتون میگم شاید خندتون بگیره. الان شما اگر یه خانواده هستین که فرزن میگی من بازنشسته شدم، اگه $10,000 داشته باشم خیلی هپیم. یا الان بازنشسته شدین به شما میگن $10,000 در ماه میدیم، تا آخر عمر $10,000 میگیرین. بگن $10,000,000,000 بهتون میدیم، باور کنید اون که $10,000 در ماه بهش میدن، اگه بزننش تو MRI برین مپینگ کنن خوشحالتره، استرسش کمتره تا اون که بگن $10,000,000,000 داریم، یه کجا بذارم چی کار بکنم. یعنی خیلی التهاب به وجود میاره. اینو تو نورو اکنامکس یا
behavioral finance یعنی رفتار مالی و brain mapping و نگاه کردن مغز و عکس مغز و استرسی که لامسام یعنی پولی گنده یه جا هست میاره و درآمد چقدر آرامش خاطر میاره. ما اسمش رو گذاشتیم peace of mind formula، فرمول آرامش خاطر. بعد این آرامش خاطر دلیلش اینه که وقتی برین شما بگه که خیالتون راحته که در یک روزی در ماه برای شما یک درآمد خواهد آمد تا آخر عمر، شما وقتی میخوابین اولین بهتر میخوابین، چون نگران نیستین فردا صبح بازار چی شد، ثروت من چی شد، بالا رفت پایین اومد. ولی اگه همینطور هم که نگاه کنید بیشتر اشخاص وقتی میره بالا مثل الان نگهش میدارن تا یه دایره بزنه برگرده سر جای اولش، یعنی میره بالا یا دوباره برمیاد میاد پایین. و فقط و چون اون التهاب به وجود میاره، ایموشنال یویو، یه یویو احساسی به وجود میاره. شما خوبه که اول این کارهایی که بنده میگم انجام بدین، بعد اون فورت دالر، اون دلار چهارمه، چون دلار اول و دوم و سوم، یکی برای خورده خوراکی که مسکنه، یکی پوشش زندگانیه و اون آخری اگه پول دست اگه از دستتونم رفت رفت. ولی برای بیشتر اشخاصی که شاید این برنامه رو الان دارن نگاه میکنن، خوبه که شما پولتون جایی بزنین که مطمئنن دقیقاً یه کار به خصوصی میکنن. شما مثلا آینده رو شما بگن 5 سال دیگه درآمدتون از این پورتفولیویی که دارین چیه، جواب شما اینه که نمیدونم. همچین حسابی هست که دقیقاً شما میدونین چه اتفاقی خواهد افتاد 5 سال از الان، 4 سال از الان، و اون درآمد تضمین شده مادام العمره. وقتی میگم درآمد تضمین شده مادام العمر، فقط از طرف کمپانی به جز دولت که شما مثلا سوشال سکیوریتی میگیرین یا سر کار پنشن دارین، الان دارین ماهانه پنشن میگیرین که اونم گارانتی تا آخر عمرتون دیگه. این نوع گارانتی که بهتون میگم به نظر من قوی ترین گارانتی تو آمریکا، چون کمپانی های بیمه آمریکا بعضیشون بیشتر 100 سالشون این کارو میکنن. اگه یه کمپانی 100 ساله مونده حتما کار درستی انجام میده. و خوبیش اینه که سودبلیتی، یعنی یه قسمتی از آفیسشون و کمپانی بیمه میاد میبینه شما کی هستین، این چیزی که داریم انجام میدیم به درد شما میخوره یا نه. الان شما میرین مثلا یه بروکرش هاوس، بریم گلدمن ساکس یا هر جایی که هستین، بگیم من میخوام سهام بخرم، نمیاد بگه برای شما این خوبه یا خوب نیست، میگه خب بخر سهامو. ولی در این حسابایی که من میگم یه کسی اینا رو نگاه، یعنی یه دپارتمنتی هست که اینا نگاه میکنه. یکی از این حسابایی که خیلی من واقعا از خوشم میاد امروز برای شما درست کردم اینجا، بچه های آفیس هم هستن توی دفتر فرمان اینجا که اگه الان بیاد بالا ما اینو برای شما توضیح میدیم. البته اوکی الان میبینن اینو، اوکی نگاه کنید اینجا مثالی که داریم، یک شخصی است 55 سالشه و 250,000 دلار، الان March 27 یا بعدم اوکی 250,000 دلار اومد گذشته توی حسابی. این حساب یک نوع FIA Fixed Index Annuity و AI Powered، همون AI Artificial Intelligence که میگفتم. هر چی که شما اینجا میبینین گارانتیه. مثلا این شخص که 55 سالشه اومدیم و فرضاً 65 سالش از دست چپ به راست میرم، دست چپ سال هاست، وقتی شروع میکنین بعد از 1 سال، بعد از 2 سال، بعد از 3 سال هم میتونیم، اون ستون اوله. ستون دوم از دست چپ سن شما رو نشون میده، یعنی 55 تا 56 بعدش اون سن رو نشون میده. ستون بعد به نظرم بهترین اختراع فاینانشال آمریکا، امور مالی آمریکا اینه، اینکام بیس منبع درآمدیه. و فقط هم تا اونجایی که من میدونم تو آمریکا وجود داره. این حساب شما باید آمریکایی باشین بگیرین
و تا اونجایی که من میدونم هیچ کشوری تو دنیا این کارا رو نمیکنه. حسابایی که تو آمریکا هست تو خیلی کشورها نیستن. حالا این آقا مثلا بگیم 60 سالش شد. بگیم 66 سالش شد بهتره، چون 66 سالگی این آقا میتونه سوشال سکیوریتی بگیره. حالا این پول از آیرا میاد از نان آیرا میاد مهم نیست. حالا اون ستونه که نوشته اینکام بیس که شما میبینید شده 615 هزار دلار، اون گارانتیه، یعنی همچین اتفاق خواهد افتاد. و در اون زمان درصدی از این پولو که تضمین میکنن تا آخر عمر 5.65%، اگه این دوتا رو ضرب در هم کنید درآمدشون تقریبا 34 هزار دلار ستون آخر. این درآمد شما اینو برای این بالا اون گارانتی من نشون بدم، اون نوشته اینجا گارانتید، بنابراین این گارانتی این کامه، یعنی شما مطمئن برنامه‌ریزی زندگیتون رو اینطوری انجام میدین که من این پول میذارم اینجا 250 تا، تقریبا 3000 دلار در ماه خواهم گرفت تا آخر عمرم. یادتون باشه شما این یعنی مطمئن این اتفاق خواهد افتاد. اینکه شما ابهامی درش نیست، میدونین چه اتفاقی خواهد افتاد و اون زندگیتون خیلی اثر خواهد گذاشت. تا اینکه یه کشتی تو اقیانوس نمیدونه کجا بره، این گم شده نیست، این یه تراجکتوری، یه نوع جی پی اس داره درش، دقیقا شما رو به اون مقصد خواهد رسوند. و برای اینکه شما اون شرط 250 تا رو گذاشته 11 سال بشه 615 هزار دلار تضمین شده، برای اینکام بیس منبع درآمدی این به نظر من عالیه. اگه چیزی از این بهتر هست جدی من دوستم به دفتر ما زنگ بزنید بگین چیزی دیدین از این بهتر. حالا شما پول آیراتون میتونین اینجا بذارین، مثلا یه جا از 401k که رول اوور دارین میتونین بذارین، تو همون سنده 55-60 هستین، این حساب تا 80 سالگی میتونید حساب بگیرین، چون میتونید درآمد در روز اول هم شروع بکنید. من اینجا مثال دارم میزنم که اون شخص بعد 11 سال 3000 تا داره میگیره، این شاید بیشتر از سوشال سکیوریتیش باشه. یعنی سوشال سکیوریتی که این همه سال کار کردین، اینجا با یک قلم این اتفاق افتاد. اگه این تو سپ آیراتون باشه این تکسبل دیگه، چون آیرا به طور کل وقتی برداشت میکنین تکسبله، باید روش مالیات بدین. ولی اگه پول معمولی خودتون رو بذارین، یعنی پولی که پس انداز تو بانک ربطی به آیرا اینا نداره، اون 34 هزار دلار بستگی به سنتون داره 60-70% تکسبل نیست. یک بار دیگه بگم، اون پول در اون زمان درآمد 34 هزار دلاری 60-70% تکسبل نیست. برین تو گوگل، برین IRS بذارین tax exclusion یا exclusion ratio، اینو بذارین exclusion ratio، این نسبت حذف شده درآمدی، اونجا فرمولاش هستش، ولی تقریبا 60-70% تکسبل نیست. حالا این حساب به محض اینکه وارد شدین 20% بونس داد، چون 250 اگه نیا کنید ضرب در 20% کنیم میشه 50، 250 به ضرب 50 حساب شما اینکام بیس از 300 هزار دلار شروع شد و 10% هر سال میره بالا، برای همین 300 شد 330 360، یعنی 10% هر سال، یعنی 20% اولش اضافه شد و 10% هم تا 10 سال اضافه شده. اگه اونو شما نگاه کنید به همین شد 330 360 390 و غیره که میرسیم به اون عدد و میدونیم بعد از 11-10 سال دیگه 30% بالا نرفت، دیگه اونجا دیگه 600 شد 615. ولی 10-20% اولش که به شما پرداخت میکنم، 10% که به شما گارانتی تا 10 سال آینده میدن، به نظرم برای 10 سال آینده این حسابی که بهترین حسابای آمریکاست، من نمیخوام بگم بهترین، چون اصلا عنصر ریسک درش وجود نداره، لغت ریسک در این وجود نداره. در ایالت کالیفرنیا نه، ولی در بعضی ایالت ها همین موضوعی که الان گفتیم 34,748 دلاری که میبینین که احسان اونو براتون هایلایت کرده، اون ستون آخر 34,000 رو میبینین اونجا،
بعضی ایالت‌های آمریکا اگر شما احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین اون دو برابر میشه، یعنی 34 میشه 68000 دلار فقط با اون 250000 دلار. یعنی شما از این طریق نه تنها درآمد تضمین شده برای خودتون با وجود آوردین تا آخر عمر، و اگر هم احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین اون 34 میشه 68000 دلار. تمام اینا با 250000 دلار اتفاق افتاد. من مثلا ریال استیت شما میتونید 250000 دلار به یه مستغلات یا بخرین که مطمئن باشین گارانتی به شما 3000 دلار در ماه بده 11 سال از الان. ممکنه بیشتر بده، ممکنه کمتر بده، ممکنه اصلا درآمد نده چون تنن نداشته باشیم. نه اینکه بگم ریال استیت نگیرین، من میدونم همه علاقه هم دارن، ولی اگر شما به سنی رسیدین میگن simplify your life، زندگی رو ساده تر بکنیم و استرس رو کمتر بشه، مطالعاتی که شده فقط از طریق درآمدهای تضمین شده مادام العمر انجام میشه. هر چقدر شما درآمدهای تضمین شده مادام العمر بیشتر داشته باشین، زندگیتون نظمش بیشتره، خیالتون راحت تره، حالا با بقیه پولتون هر کاری میخواییم بکنید، ولی خوبه که شما بگید کاری بکنم که هر اتفاقی بیفته این من بتونم این درآمد رو بگیرم. مثلا برای 1,000,000 دلار کسی بذاره، یادتون باشه اون 4 برابر میشه، بیشتر 10,000 دلار در ماه میشه، بیشتر 10,000 دلار در ماه اون شخص میتونه بگیره تا آخر عمر. و چه اتفاقی برای خود پول میفته؟ اون بستگی با اون شاخصایی داره، اون این درآمد خود پول، حالا شاخصایی که هست بستگی داره اونا چجوری عمل کنن. بعضی وقت اون شاخص ها بعضیشون کپ هم ندارن، میتونن 20% بدن بالا. اون شاخص ها AI powered هستن، یعنی اون شاخص ها توشون AI هست. و اون شاخص ها رو من راجبش نمیخوام الان صحبت کنم، فقط میخواستم بهتون بگم چه حساب هایی تو آمریکا هست که مردم نمیدونن. چون شما پولتون توی سیدی نشسته چه بنفیتی داره به شما بهره میده، آخر سال هم 1099 میگیرین که باید روش مالیات بدین. اینجا شما برداشت میکنین، مالیات نمیدین. حالا این اگه بگم شاخص هم اگه میتونیم نشون بدیم، حالا مثلا همونجا این رو بزرگتر کنیم بردم ببینم، اینجا نوشته که اون بنفیت ها رو نوشته، اون بنفیت هایی که هست مثلا 50,000 دلار بونس گارانتی گروث، این خیلی مهمه. بعد اونجا از سینگل گذاشتیم، شما همسرتون هم میتونین بگیرین و گارانتی اینکامش هم که همون سال 11 اون براتون گذاشته بودیم در 66 سالگی اونقدر 34,748. من فکر نکنم کسی بتونه با 250 تا گارانتی بکنه خودش که همچین چیزی خواهد ساخت. بعد اونجا اون شما شاخص هایی که تو این مثال انتخاب شده میبینین، یعنی شاخص های خیلی محافظه کارانه هم هست، اون شاخص ها سیمبول هم دارن، USP توشه، همینطوری که میبینین S&P 500 توشه و اینا بعضیشون کپ دارن، مثلا S&P 6 ماه 25% کپ داره و غیر. البته شاخص‌های مختلفی هستن، وقتی با اون صحبت میکنیم بحثای صحبتی که میکنیم شاخص‌های ما، این فقط برای پریزنتیشن بود که شما ببینید چگونه کار میکنه. و این کمپانی، مثلا کمپانی که این آفر میکنه بیشتر از 100 سال تو آمریکا هست و فقط تو این تخصص دارن، کار دیگه ای نمی کنن. تخصصشون در طراحی و ابداع حساب هایی هست که میتونم برای شما درآمد مادام العمر بیارم. اگه شما تو آمریکا هستید از وای فای استفاده میکنید، از فری وی استفاده میکنید، از مترو استفاده میکنید، از تکنولوژی، شما آمریکا هستین از این استفاده کنید که همچین چیزی هست که شما میتونید بگیرید. این یک نوع امتیازه، پریویلیج، که شما کشوری هستین که همچین حسابی هست و شما میتونین بگیرین این حساب. شما در ایالتی که هستین که اون دو برابر میشه، مثل یکی از
دوستانی که قبل از اینجا داشتم سوال میکنم، مثلا آریزونا این هست، واشنگتن هست، مریلند هست، ورجینیا هست، اگه شما ایست کوست هستین و شما میتونید این آیرا دارین، سپ آیرا دارین، رول اوور 401k دارین، اگه رفته بالا یه استاد داشتیم میگفت take the money and run، از این استفاده کنید و اینا رول اوور وقتی میکنین مالیات نمیدین و در این موقعیت شما مستقیما میره اونجا، سومی شخص سومی نیست، یعنی شما مثلا یه استاک میخری، میره از یه بروکرش هاوس میخری، خون بروکرش هاوس شما داری از اون میگیرین، یعنی از اون طریق میگیرین، اینجا پول شما مستقیما میره اونجا و آفیس شما میشه ایجنت آف رکورد، برای شما انجام میده. وقتی من لغت گارانتی رو استفاده میکنم، گارانتی در بیمه در تاریخ آمریکا نشده که کمپانی‌های بیمه آمریکا قصور در پرداخت یا دیفالت بکنن در پرداخت ماهانه یا کسی فوت کرده باشه پولش نداره باشن، همچین چیزی نیست. این دث بنفیت داره، شما میتونید با همسرتون با هم دیگه تا هر زمانی که با هم هستین، هر دو هستین، نه با هم هستین، یعنی تا زنده هستین، همیشه با هم خواهید بود، زنده هستین میپردازه. و اگه هم توی ایالتی هستین که لانگ ترم کیر داره، در طول زندگی هر دوی شما اگه اتفاق شما احتیاج به لانگ ترم کیر داشته باشید، اون درآمد دو برابر میشه. اینا بنفیته، لایف تایم اینکام بنفیت، گارانتی گروث بنفیت، لانگ ترم کیر بنفیت، دث بنفیت، بای بنفیت، یعنی با بنفیت رو بخرین، با پولتون یک نوع بنفیت، یک نوع چیز بخرین که ملموسه، یعنی احساس میکنید که در زندگیتون چه اثری خواهد گذاشت. و اینکه تمام یه سوالی که گفتیم، اصل پول شما تضمین شده است و اگر کسی میخواد اینو بذاره سال دیگه برداره، برای این اشخاص نیست. اشخاصی که حساب باز میکنن خوب اشخاصی باشن که میخوان درآمد تضمین شده تا آخر عمر بگیرن. البته شما دسترسی به پولتون دارین، چون همین حسابی که میبینین شما میتونین 10% در سال از این بردارین و اگه سال بعدش بتونین 20% از پولتون بردارین بدون هیچ پنالتی. ولی پولو بذارین اینجا که کار خودشو بکنه، برداشت نکنید، بذارین رشدشو بکنه، مثل یه درختیه که میوه براتون بیاره. شما میتونین پولو بذارین از سال اول درآمد بگیرین یا سال دیگه درآمد بگیرید. من دوستم یه سال صبر کنید، بعد درآمد بگیرید، یه مقدار رشد بکنه، بعد درآمد رو شروع کنید و این چیزای بوناس هم بگیرید. یک بوناس یه سود ویژه اولی است، 20% رو مالیات شما نمیدید. 10% سالانه هم که میره بالا، اگه برداشت نمیکنین چیزی، 10% به شما میدن. شما 3 سال برداشت نکنید، 30% به اون اضافه میشه به پولتون. رو اون 120 تا، یعنی پول شما به اضافه بوناس ضرب داره اون 10%، 10% میاد بالای اون. و این حساب در آفیس ما هست، حسابای دیگه هم هست، ولی این چون AI powered بود، من گفتم یه مقدار راجع به این صحبت بکنم که شما اینو میتونید دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید و ما داریم یک کاری میکنیم که از هفته های آینده بتونید شما مستقیما زنگ بزنید. الان هم میتونید زنگ بزنید، ولی من مستقیما نمیتونم بگیرم، ولی شما میتونید زنگ به آفیس بزنید 310-205-9000، سوالتون رو بپرسید، بعد فردا به شما مطمئنا تلفن خواهد شد از طرف دفتر ما و شما میتونید بگیم برنامه دیشب ما رو دیدین و هزینه هم نداره، براتون یک نوع اطلاعات میفرستیم، حتی ایلوستریشن میفرستیم بر اساس سن خودتون. من متوجه شدم خیلی هستن میرن تو بانک یا از کسی این حساب رو میگیرن، اونا بهشون ایلوستریشن یعنی در آینده چه اتفاق خواهد افتاد چی نمیدن، یه بروشور بهشون میدن. ما دوست داریم که به شما نشون بدیم در آینده چگونه خواهد شد، چون هر چقدر شما راجع به آینده شفافتر باشین خیالتون راحت تره. برای همین
خیالتون راحت تره، نگران نیستین. شما یه میلیون دلار تو استاک مارکت دارین، نگران هستین. هر شب میگی صبح بالا میشی میگی چی شد، و یه مقدار بالا پایین رفتنش اگه لذت میبرید، از همون قسمت برین میاد که شما برین لاس وگاس. چون خیلی هستن تو بازار سام به خاطر بالا رفتن پول نیست، به خاطر ترشحات کمیکالی هست که اون سالیسفکشن، اون ارضا میشن، از اون هیجانش ارضا میشن. و شاید 90% هم آخرش وقتی میان بیرون یا همون شانس بیارن پول خودشون باشه، حتی صدمه میزنن به اون پولی که از اول شروع کرده بودن. من یه آقای داشتم سوال میکنم امروز، گفتش که 2008 اتفاق افتاد، بعد همینطوری رفتیم دوباره سر جای اولمون رسیدیم، بعد دوباره وقتی که کووید اینا اتفاق افتاد دوباره برگشت رسیدیم سر جای اول خودمون. بعضی اصلا 10-15 سال هستش و حرکتی نکرده. من یه خانم به من پورتفولیوش نشون داد، نوشته بود در 4 سال 0.3% ساخته بود، 0.3%. بعد گفتم که اونایی که اینو منیج میکنن 6% خودشون ساختن، چون کنیم درصد 10 سال داشت میداد. و این و یادتون باشه این حسابی که شما منیجمنت دارین تو منیج اکاونت، وقتی نگاه میکنین شاید 15 صفحه است و واقعا متوجه نمیشین پولتون کجاست، چون اینو یه سیستمی داره میخره میفروشه، شما دقیقا نمیدونین چی دارین، چون خیلی چیز هست که نمیدونین چیه ولی شما دارین. و وقتی اینا رو نگاه میکنین میبینین که حالا میتونه بره بالا و میتونه بیاد پایین، ولی اون درصد اونا میگیرن، حالا چه بره بالا چه بیاد پایین، اون درصد برداشته میشه از حسابتون. مثلا شما رو 6 سال حساب کنید، میبینید 10% از اون پولتون که گذاشته بودین فقط رفت برای بروکرج هاوس. من نمیگم منیج اکاونت حساب خوبی نیست، چون خود اون شخصی که شما کار میکنی که اونا رو انتخاب نکرد، اون داره گالف بازی میکنه و خود اون کامپیوتری که دارن براشون شو برای شما انتخاب میکنه و کاستومایز برای شما نیست. اون سیستم شاید برای 100,000 نفر دیگه هم هست که بگن ما مثلا کاتگوری گروثه، یا بگی که کانسرواتیو بگین محافظه کار، اون کاتگوری شاید 200,000 نفر توش هستن که شما یکی از اونها هستین. با ما کاستومایزه، ما بر اساس ایج، هلث، اکیوپیشن، سن، سلامتی و شغل شما برای شما طراحی میکنیم. و اون طراحی مهمترین چیز، با توجه اینکه من 44 سال تو این بزنس هستم، به بازنشستگی و یه زمانی که کار نمی کنید یا اگه هم کار می کنید یه درآمدی داره میاد فکر بکنید، چون خود به خود اتفاق نمی افته. من اشخاصی از هم میگم پیش من میگم سوشال سیکیوریتی چقدر میگیری، میگه $800. میگم خیلی بیشتر میتونسته بگیری. گفت ما تکس ندادیم چون برای خودشون کار میکردن و همشون میگفتن ای کاش میدادیم، چون تقریبا تا $4,000 در ماه سوشال سیکیوریتی میتونیم بگیرین. برای همین فکر نکنین اگه اون تکس رو نمیدین خوب کردین ندادین، چون باعث میشه که بعداً درآمد تضمین شده رو نگیرین. میبخشین چون سوشال سیکیوریتی تنها درآمد تضمین شده مادام العمره، حالا بعضی ها پنشن دارن. حالا شما بجز اونا میتونین همچین کارهای انجام بدین. ببخشید من در این 10 دقیقه که مونده راجع به یه موضوع مهمتر دیگه صحبت بکنم. این که کشور عزیز ما ایران در معرض همچین خطری هستش که در خطر که هست، ظلمی هم که بهش شده، به طور کل من خیلی مثبت هستم، چون میخوایم تجزیه تحلیل کنیم ساعت‌ها طول خواهد کشید. خبرهایی که از تلویزیون میشنوین باور کنی خیلی از این خبرها این خبر نیست، یعنی یه صحبت دیگه هم هست پشت این خبرها که من نمیدونم، شما هم نمیدونید، ولی به طور کل برای 20,000 سال
ایران مونده و همیشه هم خود مردم موضوع حل کردن و این خواهد شد و این نیز بگذرد، مطمئنا صدق میکنه در این مسئله. موضوعی که وقتی این حل بشه به نظر من 90% مسائل دنیا حل میشه. یعنی بحرانی که این به وجود میاره، این بحران برای خیلی پول میسازه، برای کمپانی های نفتی خیلی پول میسازه، برای کمپانی های اسلحه سازی خیلی پول میسازه. شما الان نگاه کنید کمپانی هایی که تو کار اسلحه هستن سامشون چگونه شد، نگاه کنید کمپانی هایی که تو کار پرابالک یا موشک اندازی این هستن ببین قیمتشون چگونه شده. من امیدوارم که این مسئله حل شه. اینو چون من یه زمان برنامه اقتصاد و سیاست رو داشتم خواستم یه مقداری هم راجع به این موضوع صحبت بکنم. من خودم در این 6-7 ماه پیش در جایی که بودم شاید 20 کیلومتر از سوریه فاصله داشت و اونجا ما رفتم، یه گروه داوطلب هم بودن، پناهجویان، حالا از هر کجا بیان، افغانستان بیان، از سوریه بیان، هر جای میان، در ترکیه بودین. وقتی من این کمپ ها رو میدیدم واقعا آدم تعجب میکنه که چگونه اونجا اون خبره. بعد اومدم اینجا گروشری رفتم دیدم هول فود بود، چه بود، دو سه نفر توش بودن، چقدر جنس بود. گفتم اینجا اینقدر جنس، دو سه تا آدم بیشتر نیست، اونجا هیچ جنس نیست، چقد آدم ها هستن که اجناس میخوان. بهترین راهی که شما میتونید کمک کنید، به خودتون کمک کنید، هر کسی به خودش کمک بکنه دنیا دنیای بهتری میشه. برای اینکه بهداشت مالی داشته باشین، فاینانشال هایجین داشته باشین، حتما به دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000 زنگ بزنید. وبسایت ما هست www.bhfinancialplanners.com. اون زیر نوشته شده فکر کنم، نوشته شده بله، bhfinancialplanners.com پایین نوشته شده. شما اگه اونجا کانتکت آس برین نوشته چه کارهایی میکنیم و شما طریق ایمیل هم میتونید بگید من موضوع این جریان اینه، من برای شما ایمیل میکنم، کسی از آفیس ما به شما ایمیل خواهد شد که شما چه کارهایی میتونید انجام بدین. ما به آخر برنامه رسیدیم. واقعا میخوام بگم خیلی خوشحالم الان اینجا هستم که با شما دارم صحبت میکنم، عزیزان من هستین و مطمئنن the best interest، چی برای شما بهتره، مهمترین چیز برای من هست، چی برای شما بهترینه، your best interest. و قانونا ما برای شما کار میکنیم، ما برای کمپانی ایمپلوی نشدیم، هیچ چیزی هم به ما نمیدن از جایی که ما legally work for you. 310-205-9000. امیدوارم که روز خوب و خوشی داشته باشین. هر هفته ما هر روز گزارش اقتصادی و سدیقه میگیم و سه شنبه هم 6-7 هستیم. شما طریق اینستاگرام و فیسبوک و اینا میتونین ببینین دفتر ما رو. من شما رو به خداوند پروردگار ایزد دانا و توانا میرسونم و از آقای شجرم که نازنین این برنامه رو به ما گذاشتن اینجا برای شما انجام بدین، سپاسگزارم. روز همگیتون خوب و خوش تا هفته آینده. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود.